درخواست آخرین نخست وزیر از تفنگداران عبور از سرداران پیام به سربازان میر حسین موسوی در پیامی که یادآور درخواست خمینی آفتاب به دست از ارتش شاه در روزهای منتهی به انقلاب بهمن 57 است از نیروهای مسلح جمهوری دجال ایران خواسته به روی مردم ایران اسلحه نکشند این پیام چه معنایی دارد و چه اثری خواهد گذاشت؟ یکی از تفاوت‌های اعتراضات اخیر با اعتراضات گذشته تأکید نیروهای انتظامی و امنیتی بر ایستادگی تا آخرین لحظه و در مقابل خطاب قرار دادن آنان توسط چهره های سیاسی در داخل کشور و هنرمندان برای ایستادن در کنار ملت است. در این میان تازه ترین اتفاقی که شاید برای گروهی قابل انتظار نبود درخواست میرحسین موسوی بازنشسته از نیروهای مسلح و نظامیان برای اینکه در سمت حقیقت و در سمت ملت بیستند و دیگر در مقابل ملت قرار نگیرند میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران در نامه خطاب به نیروهای مسلح جمهوری فاسد ایران گفته است توانایی هایی که به شما محول شده برای دفاع از مردم است و نه سرکوب برای حراست از مظلومان است نه نوکری قدرتمندان و جباران برای آرامش توده های میلیونی و به ویژه فرودستان است نه تثبیت قدرت صاحب منصبان قافل شاید انتظار نبود که میرحسین موسوی بیانیه خود را خطاب به نیروهای مسلح صادر کند بلکه تصور میشد که این بیانیه رهبر و سایر مقامهای رده اول جمهوری اسلامی را خطاب قرار خواهد داد و یا به صورت کلی از سرکوب معترضان انتقاد خواهد کرد اینک اما او عملا از مرحله سخن گفتن با رهبر و مقامات جمهوری فاسد اسلامی و سرداران دجال سرکوب عبور کرده و نیروهای مسلح را خطاب قرار داده است شاید به این دلیل که مطمئن است حکومت تغییر محسوس در رفتار خود نخواهد کرد و راه همیشگی سرکوب را در پیش خواهد گرفت خطاب قرار دادن نیروهای نظامی برای ایستادن در کنار مردم در فضای سیاسی داخلی بی سابقه است پیش از این تنها نیروهای سیاسی در خارج از کشور نیروهای مسلح را خطاب قرار میدادند. این روند در داخل کشور سال 88 ابتدا از هنرمندان شروع شد. از جمله محمد رضا شجریان که شعر اعتراضی تفنگت را زمین بگذار را در اعتراض به سرکوب معترضان در خیابان ها خواند. پس از اعتراضات رخ داده به از فروریختن متروپول نیز. حدود دویست سینماگر در بیانیه ای با عنوان تفنگت را زمین بگذار با اشاره به اعتراضات آبادان و دیگر اعتراضات از نیروهای نظامی خواستند دست از سرکوب معترضان بردارند این درخواست ها اما با بیانیه میرحسین موسوی تفاوت ساختاری دارد چرا که ممکن است ترانه شجریان و بیانیه سینماگران سمبولیک تصور شود ولی بیانیه موسوی اما ممکن است حاکی از یک روند جدید باشد که از کل حاکمیت قطع امید کرده و تنها حلقه آخر سرکوب را خطاب قرار می دهد. پیام میرحسین موسوی از این جهت نیز اهمیت دارد که فارغ از مناقشه هایی که چه کسی رهبری اعتراضات را در دست دارد بررسی خواهد شد. یکی از تفاوت‌های موسوی و کروبی با چهره های سیاسی در خارج از کشور این است که این دو به دلیل سن و وضعیت خود دیگر ادعا و یا امکان رهبری اعتراضات و یا حکومت انتقالی آینده را ندارند و تنها می توانند به عنوان شخصیت های میانجی نقش ایفا کنند. بیانیه موسوی از سوی دیگر می تواند شکاف ها در درون جمهوری اسلامی را بیشتر کند. هرچند که این شکاف بیشتر محدود به فضای سیاسی خواهد بود چرا که بسیاری از نیروهای نظامی نسل جدیدی هستند که شناخت و تصوری از میرحسین موسوی و دهه شست ندارند همان گونه که بیانیه او در مورد موروسی شدن رهبری نهادهای نظامی و رسانه های نزدیک به خامنهای دجال و حتی مجلس خبرگان رهبری را وادار به واکنش کرد این بیانیه هم احتمالاً چون این فرصتی را فراهم خواهد کرد که برخی چهره های سیاسی در داخل درباره اعتراضات سخن بگویند بسیاری از منتقدان سیاسی داخل ایران درباره اعتراضات سکوت کردند نه از حکومت حمایت می کنند و نه از معترضان فائزه هاشمی که در این زمینه حرف زده و جانب معترضان ایستاده اینک در بازداشت سرداران سرکوب است این بیانیه را همچنین شاید بتوان به تعبیری دعوت به تکرار بیطرفی ارتش در مقابل اعتراضات در انقلاب پنجاب و هفت دانست اتفاقی که به دلیل تفاوت‌های ساختاری بسیار بین شرایط هنوز نمی‌توان هیچ چشمندازی برای تکرار آن متصور بود. در همین حال نیروی انتظامی در یک اتفاق بی سابقه در بیانیه ای تاکید کرده که تا آخرین لحظه ایستادگی خواهد کرد. وزارت اطلاعات دجال نیز مدعی جنگ تمام ایار شناختی شده تا آنجا که اسیران چشم و گوش بسته عالم مجازی و برخی سلبریتی های بی یا معمور در جهان مجازی با ایرانی مواجه می شوند که سقوط کرده یا در معرض سقوط نزدیک است. اصل تاکید بر آخرین لحظه و سقوط در این بیانیه ها اما خود موضوعی بیسابقه است. در این میان، برخی نیز میرحسین حسین موسوی را فردی دانستند که جمهوری اسلامی در نهایت به او رجوع خواهد کرد همان گونه که شاه به بختیار رجوع کرد رفتار رهبر دجال جمهوری اسلامی در گذشته اما همواره مخالف این رویه بوده و هیچ نشانه ای درباره این احتمال وجود ندارد چندی پیش نیز یک سایت خبری بیانیه گروهی از طلاب و مدرسین حوزه های علمیه قوم، مشهد و تهران را منتشر کرد که در آن اعلام کرده بودند خامنه ای صفاک بر فرض پذیرش ولایت ابتدایی او به دلیل جنایات و تقصیرات متعددی که در طول حکومتش داشته از ولایت منعزل و احکام صادره از او و منصوبانش مستاق رجوع به تاغوت است این بیانیه یادآور سخنان برخی از حامیان خامنه ای است که درباره نبود تظاهرات بر رهبر جمهوری اسلامی می گفتند اگر ولی فقیه از عدالت ساقط شود خود به خود از این مقام عزل خواهد شد اینک گویا شرایط به آن وضعیت مورد تصور رسیده است خطاب به سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد منصفانه ای دارم سردار شما و تمام همرزمانت از جای جای جهان در یک سو ما در ارتش در کنار مردم از سوی دیگر شما تا دندان مسلح ما با تکیه بر ایمانمان مسمم روز مرگ من ارتشی و همرزمانم باشد که تو وقیهانه در جمع پرسنل تحت امرت ظاهر شوی و آنها را تشویق کنی به ریختن خون مردم بیگناه راه تو راه شهداست شهدا اگر میدانستند که تو و امثال تو اینگونه به ریختن خون مردم بیگناه عادت میکنید قبل از اینکه به جنگ با رژیم بعث و منافق و داعش بروند نسل تو و امثال تو را مقتول میکردند سردار تو تصویر مرا به خاطر بسوار ما نیز تصویر و چهره تو را به خاطر داریم مردم من و همرزمانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست